خب حامد. سلام هم حامد. درود حامد جان. سلام خدمت بچه عزیز آرمین جان و بابک جان. بابک جان رو که میشناسیم، آرمین جان شاید منو نشناسن. یه توضیح کوتاهی بدم، چون من راجع به این منطق فازی من درسش رو خوندم. کسی که دوست داره بیشتر بدونه، مبانی منطق علوم ریاضی میتونه بره اونجا راجبش مطالعه کنه. اما خب من خودم یه سوالی داشتم، اینکه چطوری مسلمونا به یک قادر مطلق اعتقاد دارن. این از هر لحاظ به نظر من تناقض داره، چون من با یه منطقی آشنا هستم. تناقض به چی؟ منطق. ببینید، وقتی ما به یه چیز میگیم، مثلا به بگه مثلا خدایی که باور داریم، وقتی که میگیم قادر مطلقه، خب دیگه نباید مطلق تر از اون وجود داشته باشه دیگه. منظورمون یعنی تو این صفت این بی‌نهایته. مثال میزنم، مثلا برای بچه‌هایی که دارن گوش میدن، مثلا یه سنگی بزرگ مطلقه، خب یعنی دیگه ما سنگی رو قائل نیستیم که بزرگتر از این سنگ باشه دیگه. در صورتی که بگیم مثلا سنگی بزرگتر از این سنگ وجود داشته باشه، اون دیگه بزرگ مطلق نیست. درسته؟ بله. بعدش میان میگن مثلا خدا قادر مطلقه. پس اگه خدا قادر مطلقه، نمیتونه بهتر از خودش رو بسازه دیگه. از لحاظ منطقی نمیتونه، چون وقتی که بهتر از خودش بتونه دیگه، یعنی امکان وجود داشته باشه دیگه، اون خودش قادر مطلق نمیتونه باشه دیگه. درسته؟ پس نمیتونه یک کاری انجام بده، پس قابل درست. پس یک قادر مطلق به خودی خود یک کاری رو نمیتونه انجام بده، و چون نمیتونه یک کاری رو انجام بده، قادر مطلق نیست. قادر مطلق نیست. تازه همین انسانش میتونه بهتر از خودشو. الان شما با مسلمان ها که بحث کنی، میگن این محال عقلیه. محال عقلی چیه؟ شما خودت بهتر از من میدونی دیگه. مثلا اینکه یه دایره رو تصور کنیم که همزمان مثلث. بگیم مثلث با چهار زاویه نمیشه داشته. دقیقاً. مثلا مسلمان ها میگن اینجوریه. خب نمیشه راجع به خدا مثلا. یه بار توضیح بدیم برای همه، مگه بذاریم برای مسلمان ها، برای کسایی که برای کسایی که تو لایو چت هستن توضیح بدیم. ما اگه به مسلمان به دیندارا میگیم خب این تناقض داره، خب این خداتون تناقض داره از منطقی، جواب اونها اینه که نه، این تناقض نیست، این سوال شما کاملا بی‌معنیه. جوریه که بگین که انگار مثلا به یک کسی بگین که آیا میشه یک مثلا مستطیل کشید که سه زاویه داره، خب این میگن که این سوال اصلا جواب نداره. نه اینکه اینجوریه که سوالتون میشه یا نمیشه، اصلا سوال شما بی‌معنیه. خب برای همین میگن که وقتی ما داریم میپرسیم که آیا خدا میتونه یک چیزی، یک موجودی به قادرتر از خودش بسازه یا نه، این عدم قابلیت، عدم قادر بودن خدا رو نشون نمیده. این سوال شماست که ناقصه یا همچین حالتی. درسته؟ خب حالا من دلیل دارم واسش که چرا این عقلیه سواله. خود آدم یه موجود هوشمنده دیگه. خب یه چیزی به نام artificial super intelligence هست، انسان میتونه به این برسه در آینده. یعنی یه هوشی که از خودش میلیاردها برابر باهوش‌تره و میتونه یه چیزی بسازه که مثلا مشکل کرونا رو در عرض ثانیه راه حل براش بذاره، مشکل گشنگی رو در حد ثانیه براش راه حل بذاره. پس ما اینو میتونیم راجع به انسان متصور بشیم، ولی راجع به خدا چرا نمیتونیم همچین چیزی رو متصور بشیم؟ برای اینکه من به عنوان یه مسلمان اینجا با شما مناظره میکنم. نه، خواستم نظر شما رو بپرسم فقط. به عنوان یه مسلمان خواستم. نه اوکی، الان آرمین در قالب همون کلاه اسلامی شده. من دارم درست فکر میکنم، دقیقاً درست فکر میکنم. نمیدونم، من به شما میگم، من میگم که جوابش چیه، تو ببین آیا به نظرت مخالفت با شما درست خواهد بود یا نه. یعنی اگه خدا باور، اگه چی بخواد خدا باور، من اگه بخوام با شما مخالفت بکنم، اینجوری میگم. خب من میگم که مثالی که شما زدین، خب مثل این که مثلا یک دایره من بکشم روی کاغذ، خب با دست خودم، خب که این دایره خیلی خوب دایره، من مثل یک کامپیوتر که نیستم که یه دایره واقعا دایره باشه. خب یعنی میدونی نظرم چیه، این دایره دقیق آره، مثلا دایره درستر نمیاد. درست، خیلی درست مثلا نمیاد واقعا. دایره افلاطونی نیست، یه دایره رو کاغذه. خب یه دایره ایدئال نیست، یه دایره
دست داده. خب من میگم این دایره رو میشه بهتر کرد. خب این سوالی که تو داری میپرسی، مثالی که تو داری میزنی، مرسی میلا جان از حمایتت، ممنون میلا جان. این مثالی که تو داری میزنی مثل اینه که یه دایره بد بکشیم و بگیم این دایره رو میشه بهتر کرد. خب ولی این فرق داره با اون مثالی که بگیم یه خدا بیاد یه خدای یه چیز قادرتر از خودش بسازه بیافرینه. اون مثل اینه که بگی یه دایره رو با زاویه یه دایره زاویه دار بیا بکش. خب برای اینکه خدا یه چیزیه که مثلا قادر بودن خدا برای دیندارا یک چیزیه که ماورا، یعنی توی مثلا توی فابریک جهانه، میدونی نظرم چیه؟ یعنی مثلا همون دایره واقع، دایره مطلقه. خب یعنی مثلا چیزهایی که انسان ها میسازن یا میتونه بهتر بشه، همه چیزهایی که تو طبیعت وجود داره همشون ناقصن، مثلا همون دایره‌ای که من روی کاغذ کشیدم یا مستطیلی که روی کاغذ کشیدم. خب درسته. ولی خدا چیزیه که اصلا خودش تعریف جهانه، یعنی وجود داشتنش ذات جهانه. خب یعنی مثل همون مثلثی میشه که ما هیچ کدوممون تا حالا ندیدیم. خب اون مثلثی که مثلا ما میدونیم وجود داره، مثلث مثلا افلاطونی، خب مثلثی که ایداله، مثلثی که واقعا مثلثه، هیچ کسی تا حالا ندیده و همه مثلثای دیگه، همه دایره‌های دیگه یه منعکسی از اون هستن و برای همین همون جور که اون مثلث واقعی رو هیچ بگم هم دایره منو میشه بهتر کرد. خب ولی اون دایره واقعی رو هیچ وقت نمیشه بهتر، دایره ترش نداره و قادر نیست. ببین شما داری میگی من دایره رو دارم بهتر میکنم، درسته؟ شما داری من دارم میگم اون دایره خودش شعور داره، آگاه خالقه، خب قادر مطلقه. وقتی من دارم میگم این قادر مطلقه، دیگه نمیتونم هیچ چیزی از این سلب کنم، هیچ قدرتی رو نمیتونم از این سلب کنم. شما داریم که دایره رو من دارم بهتر میکنم، ما داریم راجع به خود دایره که خودش رو میتونه بهتر کنه یا نه صحبت میکنیم. بعد تازه دایره شعور آگاهی نداره، این شعور آگاهی داره و قدرت مطلق داره. خب حالا من یه جای داشتم بحث میکردم، یعنی ما اگه درست تعریف دایره بودن با خود دایره تناقض نداره، خب ولی تعریف قادر مطلق بودن با خود قادر مطلق بودن تناقض داره، در تناقضه. حالا من یه جا داشتم صحبت میکردم، میگفتم که وقتی که وجود بهتر از خدا نتونه وجود داشته باشه، وجود خود خدا ممتنعه دیگه. این مشکل هم باشه، وقتی که یه وجود بهتری از خدا نتونه وجود داشته باشه، یعنی امکان وجود براش نباشه، خود وجود خدا هم ممتنع میشه دیگه. درسته. گفتم حالا ببین البته دارم اشتباه فکر میکنم یا نه درست. ببین موضوع اینه که من یه تناقض دیگه هم که وجود داره، حالا من با این تناقضی که تو گفتی خیلی تجربه ندارم، این برام جدید بود، و یه تناقضی که دیگه تجربه دارم اینه که خدا هم قادر مطلقه، هم آگاهی مطلق داره به همه چی، درسته؟ به آینده، به گذشته، به حال. خب میشه چی؟ قادر مطلق میشه امنیپتنس، آگاهی مطلق میشه امنیشن، درسته؟ این دوتا با هم تناقض داره. خب برای اینکه شما اگه از آینده آگاهی دارید، خب پس آینده رو نمیتونین عوض بکنید، پس نمیتونین هم قادر مطلق باشین هم آگاهی داشتی باشین از آینده. خب بله یعنی تنگ شده است توسط اگه شما از آینده آگاهی داشته باشین، یعنی آینده تعیین شده است. اگه آینده تعیین شده باشه، شما قادر به عوض کردن آینده نیستید. خب پس این دوتا هم با هم تناقض داره. خب اینم هیچ، خیلی سعی کردن دین داره حلش بکنن، هیچ راهی برای حل این تناقض وجود نداره. خب دفاع نهایی، نمیدونم جواب به این تناقض که الان تو اشاره کردی، من نمیدونم جواب بهشون چیه، ولی جواب به اون تناقض وقتی که همه روش ها رو استفاده میکنن و جواب نمیده، جواب به اینه که این ماورای درک ماست و خدا، یعنی نمیدونم چیه، یعنی این تو مغز ما نمیگنجه. یعنی شما دارین از منطق استفاده میکنین، خب منطق انسانی ناقص نسبت به منطق الهی و این چیزا. درسته. فقط من یه بار اشاره کنم دیگه برم، من کاری ندارم. این که مسلمان ها میگن که
چنین چیزی رو نمیشه بهش فکر کرد که مثلا بهتر از خدا وجود داشته باشه، فقط همینه در نظر داشته باشن که انسان ها خودشون موجود ضعیفتری در نظر باید بگیرن نسبت به خدا دیگه. این موجود ضعیفتر باز میتونه یه هوش بهتر از خودش بسازه. چرا انسانی مثلا که ضعیفتر از خداست میتونه همچین کاری بکنه؟ میشه همچین چیزی براش در نظر گرفت ولی خدا نمیتونه. این چراش به خاطر اینکه خب این چراش جوابش اینه که اونا به خاطر اینکه به نهایتش رسیده، جوابش اینه که به نهایتش رسیده. من فکر کنم نکته اول جالب بهتر باز. خب آره همون مطلق. همونش مهمه. ببین دو تا نکته مختلف داری اشاره می‌کنیم، من به نظرم یکیش از دومیش بهتره. اولیش اینه که تو اگه قادر مطلقی، چون قادر مطلقی نمیتونی یه چیزی از خودت قادر تر درست بکنی، این تناقض داره با قادر مطلق بودن. خب اون درسته، ولی اینکه چرا ما میتونیم یه چیز قادر تر بسازیم و خدا نمیتونه، و خدا نمیتونه، اون فکر کنم خیلی به اندازه اون نکته اولی قوی نیست. به خاطر اینکه میگن که بالاخره به بی‌نهایت که رسیدی که بالاتر از بی‌نهایت نداره. می‌نوزم چیه؟ فکر کنم نکته تناقضی که داری اشاره میکنی جالبه، ولی اینکه داری مقایسه میکنی با اینکه ما میتونیم یه چیز قادر تر بسازیم از خودمون، اونو برای مقایسه میکنی با خدا، فکر نکنم اون خیلی قوی باشه. نظر این نظر چیه؟ آره متوجه شدم، ولی خب باز بیشتر باید فکر کردی. یک جو هم بخونی گفتن چی؟ گفتش که اینم بگین در مقابل حرفش، گفته که دیکیو گفته که شاید وجودش ممتنه باشه ولی پیروی ازش ممتنه نباشه، ممتنه بشه. حالا اون یه بحث دیگه هست ولی نه، من گفتم که فقط این قادر بودن از خیلی جهات، از دو سه تا جهات حداقل اینه که تناقض ایجاد میکنه و به نظر من این صفت مشکل داره، باید بررسی بشه بیشتر. حالا من فقط اشاره‌ای بهش کردم. سوالات دیگه هم از آرمین جان داشتم ولی چون باقی دوستانم هستن من دیگه امروز حالا اگه خب بعد دوباره برگرد دیگه وقت داری بمون حالا آخر شما در نظر. ولی جالب بود، من این تناقض من تا الان نشنیده بودم. من تناقض های دیگه شنیده بودم ولی اینو فقط طالبش بهش فکر کردم. جالب بود، مرسی اینو به ما معرفی کردی. عالی بود. اوکی، نفر بعد.